و همه شک میکنن. بسه هیچ کس خبردار نشه، چون این مسئله خطرناکیه. اگه کسی بدونه من لو میرم. همش توجیه داره. از این جهت که خب اگه گنجی پیدا بشه حتما دولت مصادره میکنه. و همه شروط رو پذیرفتین، شما و همسرتون و کارگر چند سالتون راهی کبیر شد. خب تعریف کن. 23 مرداد پارسال، 4 روز بعد از عید فطر، ساعت 6 قرار داشتن که تو بیابون باشه. البته بیابون قرار نبود باشه، قرار بود باغ این ساعت باشه، که توی باغ که اونجا دو تا کوله پشتی هم ما ببریم که برگردیم پول رو. دو تا کوله پشتی خالی با خودتون بردین که توشو پر پول کنید و برگرد. رفتیم اونجا. یعنی به شما گفته بود ما گنج رو پیدا کردیم، فروختیم پولش تو بیابون. بله. شما رفتیم پول گنج رو بیارید. و گنجی که خیلی هم زحمت کشیده بودید. بعد رفتیم اونجا، وارد منطقه شدیم. من تا اون موقع اصلا اونجا نرفته بودم، اصلا نمیدونستم اینجا که داریم میریم کجاست. چند بارم از همسرم پرسیدم، خیلی حرف زده بودم، خیلی، چون اصلا از منطقه به بعد رفتیم هر چی من نگاه میکنم فقط شیل میدیدم. ستایی با یه موتور بودیم؟ نه، من و همسرم با یه موتور بودیم، اون با موتور خود. ما که موتور نداشتیم، موتورم همسرم از کسی گرفته. وارد اون منطقه شدیم، وقتی که این سرشبی بود، اون سرشبی رو وارد اون بیابون اصلی شدیم، انقدر اون منطقه خوفناک بود، اولین چیزی که به ذهن من رسید و بیان کردم گفتم که برگردیم اینجا، اگه از سر ما رو خرف خرف ببرن کسی نیست، ما یعنی هیچ که به داده ما نمیسته. یعنی اولین جمله که من وارد اون بیابون شدم گفتم این. همسر شما چی گفت؟ گفت نفوس بد نزن. بعد وارد شدیم، رفتیم اونجا. یکم ما رو مثلا دوستم اینجا خلاصه بگم، چون یه ذر اذیت میشم اگه اجازه بدید. اینجا رو خلاصه وارد اونجا شدیم، یه ذره ما رو معطل کرد تا هوا یه ذره گرگومیش شه. هوا گرگومیش شد. معطل کرد یعنی چی کار میکرد؟ وایستیم ببینم تنابی که باید برم تو چاه کجا بود، یادم نیست تو این چاه بود تو اون چاه بود کدوم چاه بود. بعد مثلا هی میگشت، ما هم همینجور رو وایستا بودیم میباشیم. و اصلا شک نمیکردی شما؟ نه، آخه میدونید آدمی بود که با هم رفتیم اومدیم، من خودش رو میشناسم، همسرش رو میشناسم، بچه دار شده، من رفتم خونش اومدم، نمیتونستم به شک داشته باشم. هوا گرگومی شد. من فقط صدا میشنیدم که مثلا بعد به من گفتن که مانتوت روشنه، مثلا ما مورد ترجع قرار میگیم، تو به دنبال ما نگیم، من نمیشونم. ممکنه محلیه یا بومی ها تو روستا ببینه، بومی ها سگ ببینه مثلا، یا سگ بیاد طرفمون، یا بومی ها ببینن بیان طرفمون، چون دوروبر گله هم هست دیگه، چوپان و اینا هم هست. اصلا بله، هم شطورداری هست هم گوسفندداری. بعد دیگه منو نشوندن توی منطقه، این مثلا یه جایی نشوندن حدودا 15 متر سمت چپ من رفتن، 15 متر شاید بیشتر، شاید 30 متر رفتن. حالا من اعدادی که میگم خیلی قابل استناد نیست، مثلا نمیدونم. رفتم، من نشستم، هوا تقریبا میگم گرگومیش بود دیگه، فقط صدا میشنیدم که میگفتش که فکر کنم تو اون فرد میگفت فکر کنم تو اینه، تو این چاهه. به همسرم میگفت یه تو سنگ بنداز پایین، کفتر چاهی ها بیان بالا، من برم تو بیارم پولو. اینو میشنیدم. بعد باز رفتن چاه بعدی، ولی نمیدیدنش شما؟ نه هیچی من نمیدید، پشت تپه‌های کوچیک، پشت تپه‌های کوتاه. بعد من سرم اینجوری بالا کردم، آسمون کبیر فوق‌العاده است، من تا حالا ندیده بودم. بعد سرم بالا کردم، الله اکبر چقدر آسمون کبیر زیباست. چشم رو بستم، یک صدای گرومپ اومد و زیرم لرزید. با
بلند شدم سعی دویدم به اون طرفی که اونا رفته بودن. دیدم تنهاست. کی تنهاست؟ این فردی که ما رو برده بودون. گفتم بهروز کو. گفت بهروز رفته تو چاه پولو بیاره. یه یقش رو گرفتم. گفتم بهروز رفته، بهروز از ارتفاع میترسه. همین که من یقش رو گرفتم دست منو گرفت. پس من یکو بهروز رو کشتم تا هم بپر تو. گفتم چی؟ من موندم. گفتم چی؟ گفتم چی بهروز رو کشتم تا هم بپر تو. صدای همسرتون نمی اومد تو چا؟ نه. هیچی نمیشنیدی؟ اون لحظه نه. خیلی سرد بود. فقط نشسته بودم رو خاک. خاکا رو میریختم رو سرم و یا حسین یا حسین میگفت. التماسش نمی کردید؟ اون لحظه. حالا میگم بهتون. بلند. بعد گفت این کار رو دعوا میکرد همش. این کار نکن. بلند شد. دیرم شده. هوا میره تقریبا تاریک بود دیگه. بلند شدم بهش گفتم نکنیم. آها بعد دیگه صدای همسرم تازه بلند شد، صدا میکرد و بهش گفتم این کار نکن، با زندگی من، با زندگی خوده، با زندگی بچه های من، با زندگی بچه های خوده بازی نکن. بیا هر چی بخوای من بهت میدم، پول، خونه، پارک هم به نامت میکنم، فقط تو برو. اصلا حتی نمیگم اینو در بیا، تو برو فقط، من خودم درش میارم. الان زنگ میزنم آتش نشون میدم درش میارم، تو برو. به هیچ کی هم نمیگم تو انداختی. ولی قبول نکرد. یعنی هرچند من التماس کردم قبول نکرد. میگو خودت بپر. میگفتم من نمیتونم دیگه. آخری دیگه دیدم نه، میگه بپری. بعد چاقو در آورد. من چاقو خیلی میترسیدم. بعد فقط حسم خیلی جالب بود اون لحظه. یک آن نگاه کردم کبیر خصلتش اینجوری، شما نگاه میکنی جز شن و آسمون هیچی نمیبینی، چون هیچ چیزی مانع نیست. که من هرچی نگاه میکردم فقط شن بود و آسمون و این آدم و من و چاه و من پشت سرم. یعنی بچه شن بود، یعنی با یه کوچکترین تکونی من میافتادم تو چاه. فقط یک آن نگاه کردم به این آسمون، به این زمین، به چاه، به خودم. دارم یعنی چی؟ یعنی سنست منه؟ منی که همیشه توی بچگی من واقعا لات همه بزرگ شدم. دارم سنست منه؟ یعنی من اینجا تموم شد همیشه؟ اصلا باورم نمیشد. فکر میکردم این خوابیه که الان میپرم و یه کابوس وحشتم. تو همین گیرودار بودم که منو هل داد. ولی خودتون نفریدین؟ نه، من جرأت نمی کردم به سمت. من هل داد. من هیچ چیز دیگه یادم نمیاد، فقط یک جیغی کشیدم. اینجای کمرم لب چاه خود بالا، یک سیاهی مطلق دیدم و دیگه هیچ چیز یادم نیست. ولی میدونم فقط 8 شب بود. 8 شب 23 مرداد. چند شنبه بود؟ 4 شنبه. خوب خاطرتون هست؟ خوب خاطرم. 8 شب 4 شنبه 23 مرداد شما رو پرت کردن توی چاه. چند متری؟ 25 متر. 25 متر عمق داشت. البته 25 متر رو من نمیدونستم. بعدن بچه‌های هلال احمر متر زدن گفتن 25 متر. من که نمیدونستم چند. چند شب تو اونجا بودی؟ 7 شب و 8 روز شما در اون چاه بودید. خیلی باورش برای آدم سخته. خیلی. من یه پیشنهادی دارم، یه تصاویری مربوط به این قصه تماشا بکنی، خیلی کوتاه اما تا با دقت. برمیگردیم و وارد اون 7 شب و 8 روز زندگیشون در عمق چاه. بفهم. روایتی از عشق و عدالت. دیگه چه خبره اینجا؟ از کوفه تا بوده کسی جز مهمان کشی ندیده. و هر بازی سیاسی با رنگ مذهب خیلی راحت به خورد مغز منجمدشون میره. همون عوام سطحی و متعصبی که دین میفهمن و زود قضاوت میکنن. نپرسیدین، وقتش نشده از حق حمایت کنی. خواب اشرافیت و تبریز رو میبینن و باز از مردم سواری بگیرن دست کار میشن. ای حال این زدت. اینجا شهر دیگری است. کارگردان احمد رضا گرشاسبی.
چه آگهی عجیبی بود وسط گفتگو ما. واقعا تصاویر مربوط به این قصه رو لطفاً الان دیگه خواهشن توجه بفرمایید. 2 دقیقه است، با دقت لطفاً برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. مطمئنم که خیلی شاید مرورش و شنیدنش و تماشاش شما رو برگردونه به اون روز خیلی سخت. بریم سراغ زندگی و زیست کردن شما 7 شب و 8 روز در اون چاه. وقتی که پرتتون کرد پایین تو اون چاهه شما از هوش رفتین. وقتی برگشتین چی شد؟ چی دیدین؟ حدوداً 4 ساعت بیهوش بودم. به هوش اومدم، همسرم کنارم بود. چرا قوه گوشی موبایل رو روشن کرد و تو صورتم گرفته بود. اونجا موبایل آنتن نمیداد؟ نه، 25 متر توی چاه بود دیگه. شما الان تو زیر زمین میرید موبایلتون آنتن نمیده. اینجایی که تهران رو زمین هم آنتن نمیده، چیز عجیبی نیست. چرا قوه تو صورتم بود. میدونستم، یعنی وقتی با داد و فریاد به هوش اومدم، ولی میدونستم، حس میکردم صورتم داغونه. دستش رو دادم کنار، گفتم که صورتم رو نگاه نکن. بعد فقط پرسیدم ساعت چنده، گفت 12:30. بعد پشتش رو کرد به من، گفت خوابم میاد. گفتم نه خواب. البته الان دارم راحت صحبت میکنم، این حرفا تمام با داد گفته میشد، چون دردی اونجا به من غلبه کرده بود که اصلا قابل بیان نیست که من بگم. تو تصاویر که موتورم تو چاه بود، موتور خودتون؟ بله، بعد از اینکه منو میندازه ظاهرا موتور رو هم، یعنی من به هوش اومدم دیدم موتور بالای سرمه. یعنی اول همسرتون رو، بعد شما رو، بعد موتورتون رو میندازه و میره؟ بله. بعد پشتش رو کرد، گفتم نه ترس، ما پیدا میکنم. من ذکر میگم، تو هم بگو. یه ذکر گفتم، نتونست بگه. گفتم نداره بگو یا الله. همینطور ذکر میگفتم، اون چند تا ذکر گفت، گفت خوابم میاد و خوابید. و خوابید و ساعت 5:30 دیگه بر هیچ وقتی دارم.
یعنی تو روز اول، در واقع تو شب اول همسر شما از دنیا رفت تو چون؟ حسم حس عجیبی بود. اگر در شرط عادی من بهروز از دست می دادم، فکر نمی کنم به دو ماه می کشید که خودم هم می مردم. چون اصلا من، حالا اونایی که مادر باشن، مخاطب شما باشن، می دونن حس مادری چجوریه. من بهروز از بچه هم بیشتر دوست داشتم واقعا. یعنی میگم فقط گواه حرف من خودشه و مادرش. مادرش هم اینو میدونه، ولی خودش هم میدونه، همیشه میگفت واقعا من از بچه هم بیشتر دوست داشتم. کلی ذکر گفتین، اما اگر کارساز نبود و همسر شما کنار شما مرد تو چا، و اگر شرط عادی بود من قطعا خودم هم میمرد. ولی اون لحظه های اول، یعنی فکر کنم یکی دو روز اول ناراحت نبودم، چون میدونم، خب میدونستم منم دارم میمیرم و به زودی مثلا بهش میپیوندم. فقط همش بهش میگفتم پشت به حالت رو، چون دردای خیلی وحشتناکی داشتم. همش بهش میگفتم پشت به حالت بود، رفتی، درد نکشیدی، من دردا داره دیوونم میکنم. میتونستین تکون بخورین یا حتی بلندشین بشینین؟ فقط دستام تکون میخورد و سرم هم با درد، چون گردنم هم درد میکرد، اصلا کلن از دستام به پایین کامل فلج بودم. یعنی حتی جون نداشتم که پامو مثلا یه ذره مثلا بکشم، اصلا نمیتونستم. و این مسئله تا 4 ماه برام مونده بود، فلج بودم دیگه. خلاصه گذشت، شب اول به اون شکل گذشت، شب دومم فقط منتظر مرگ بودم. فقط هر لحظه به خودم، ما چهارشنبه شب افتادیم توی چاه، پنجشنبه شب شام خونه دوستم دعوت بودیم. یعنی میخوام بهتون بگم مرگ اینقدر نزدیکه. من اصلا حتی 1% فکر اینو نمی کردم که 4-5 ساعت دیگه به حضور کنار من نیست. خودم هم حالا معلوم نیست. شما رفته بودین 2 میلیارد پول پیدا کنه تو چهار دیگه. بعد عرضم به حضورتون که اینجا فقط چیزی که تو روز پنجشنبه و جمعه همش یادم بود این بود که این که همش میگن مرگ از رگ گردن به آدم نزدیک داره، یعنی این. بعد دیگه از هیچی نمیترسیدم، یعنی دیگه از مرگ نمیترسیدم. اون مثلا حس روز اول دومم این بود که حس میکردم یه کارتونی میداد آقای خرسنگ اینجوری پوستش باز شد از اومد بیرون. همش این تو ذهنم بود اونجا، حالا شاید تعبیر قشنگی نیست ولی چیزی که تو ذهنم بود حس کردم از اینه. بله بهروز اصلا ناراحت نبودم، حس میکردم اینجوری پوسته باز شد، بهروز رفت بالا. من دیگه باید جسم بهروز ناراحت نبودم، میدونستم یعنی جسم مرده ی همسرتون کنارتون آزارتون نمیداد؟ این سوال خیلی از من پرسیدن، خیلی خوب شد شما هم پرسیدین. اینو جواب بدم، چون همش از من بودن تو نمی ترسیدی، شما دستتون مال خودتونه. اگر الان خود نکنن، من خودم میگم دستم مال خودمه، اگه دست منو قطع کنن بدن دستم ازش می ترسم؟ ازش نمی ترسم. من یه عمر دارم با این دست زندگی می کنم. اون همسر من جزی از وجود من بود. اصلا ترس من نمی دونم یعنی چی، یعنی اصلا دارم ترس معنی نداره. اون بچه لوس خانواده که شما تعریف کردین برای ما از خودتون تو عمق 25 متری چاه وسط کبیر بدون کس و کار، شوهر مرده، داغون، فقط گردنش تکون میخوره، یهویی میشه چی؟ میشه مثلا شیر؟ اینو باور کنیم از شما؟ در جوابتون دو تا حرف باید بگم. اول اینکه باید بگم که گنج نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. خانم این حرف امروز شما. دوم، اگر خدا بخواد چیزی بشه میشه. اونجا من نبودم. یه شب ذکر گفتین شوهرتون از دنیا رفت مرد، شب دوم گفتید خدایا، صدا میکردین، داد میزدین. خب تا کی؟ شب دوم به امید نجات صدا نمی زدم، بیشتر رو امید مرگ صدا می زدم. فهم گفتم زودتر بمیرم که این درد تموم شد.
شب دوم تموم شد. به چه شکلی تموم شد؟ من با موبایلم شارژش از شب اول فرشون تا صبح، من از ترس ظلمات بود دیگه، ظلمات به معنی واقعی، تا صبح روشن بود چراغ قوه، چراغ قوه رو خاموش کردم. فردا شبم هوا که گرگو میشد، خب خیلی میشد، من انقدر ترسو بودم که مثلا نصف شب اگه میخواستم بلندشم برم بر بچه تو آشپز خونه شیر درست کنم، همسرمو صدا میکردم چراغ روشن میکرد، بعد من میرفتم شیر درست میکردم، برمیگشتم میخوابیدم، اون چراغ خاموش میکرد. انقدر من از تاریکی میترسیدم. بعد شب دوم حدودا ساعت 3 نصف شب، جمعه شب میشد، میشه شب سوم، جمعه شب حدودا ساعت 2:30 نصف شب باتری، لو باتری در گوشی موبایل، بعد تا یه رو 20 دقیقه بعدش هم خاموش شد. یعنی من تاریکی شب چاه رو از جمعه شب ساعت حدودا 2:30 متوجه شدم و دیگه از اون ساعت هم دیگه ساعت نمیدونستم چنده، میدونستم جمعه شبه ولی نمیدونستم ساعت چنده. شب جمعه شب هم به این شکل گذشت و وحشت من سنین شب ساعت اون شب بود، چون اولین تجربه های تاریکی من بود. اون شب تا صبح ساعت من داد زدم، شبای قدر تازه تموم شده بود دیگه، فرسان 4 روز بعد از عید فطر بود. اون شب فقط تا صبح من داد زدم، هی گفتم یا نور نور، یا منظر نور، یا نور فوق کل نور. اون شب که شب سختی بود. شما آدم مذهبی بودید؟ مذهبی؟ من توی خانواده بودم که پدرم از هر زمانی که من یادم میاد دهه های محرم آشپز امام حسین بود. نه راجب خودتون دارم خودم. خودم به هر حال توی همچین خانواده بزرگ شدم. قبل از اینکه همون روزایی که دنبال گنج و میلیارد و اینا بودید. من توی 4-5 سال آخر زندگیم خیلی مشکل داشتیم. مشکلاتی که توی زندگیم داشتم خیلی توسل کردم. توسل کردم و نصف نگرفتم. این نصف نگرفتن باعث شده بود که خیلی سست شده بودم. خیلی سست شده بودم، چون گفتم پس توسط فایده نداره، من این همه متوسل شدم جواب نگرفتم و خیلی سست شدم. ولی در کنارش یه سری چارچوبا و عقایدی که برام تعریف شده بود، مثل دهه محرم، مثل دهه فاطمیه، مثل شبای قدر، اینا رو باید هیئتم رو میرفتم. حالا شاید نمازم رو دست با شکسته میخوندم، اصلا توجه شاید نمی کردم، ولی هیئت هم میرفت. خب شب اول جواب سوال من شما نمیدی اصلا. شب اول داد دادیم نشو، شب دوم، شب اول که شوهرتون رو دست دادید، شب دوم، شب سوم، شب چهارم نمیتونم اون تو آدم یه جایی خب خودم رو به شما احساس میکنم من اگر... کس صدامو نمیشنوه دیگه، نیست دیگه. من اگر روند رو به شما بگم شما فکر کنم جواب سوالتون رو بگیرید. یه کوتاه من این نکته بگم، قرار ما با پخش محترم شبکه 5 دقیقه به 8 الان دارم دوستان اعلام میکنن که ما 5-6 دقیقه وقت داریم. من خواهش میکنم که با دوستان والیبال هم صحبت کنیم، ما 5-6 دقیقه به والیبال پاس بدیم. یه لطفا زمان رو از ما نگیرید، من خواهش میکنم اگر مقدوره. بفرمایید. شب جمعه شب به این فکر گذشت که براتون گفتم. شنبه صبح که یعنی یک کمی نور میزد تو چاه، انقدر تو چاه وقتی که آفتاب ظهر بود توی چاه مثل دم گرگومیش بود، اون شکلی چاه روشن میشد. شنبه صبح یک ذره حالم از اون وخامت که همش فقط فکر مرگ بودم بهتر شد و یادم افتاد من بچه دارم. یعنی من تا شنبه اصلا یادم نبود بچه دارم. تا یک آن نگاه کردم گفتم ای من که بچه دارم، بهروزم که رفت، پس بچه ها چی؟ حسم برای این بود که منم با بهروز رفتم، روح من با بهروز رفت، ولی جسمم باید در بچه ها بمونه. و از اونجا توسل کردم و توکل کردم. یادم شنبه به حضرت علی توکل کردم، چون حس کردم بهروز نیست. همش میگن حضرت علی پدر یتیماست، فکر کردم که کمکم میکنه. توسل کردم، خیلی ازش خواستم،
گفتم که من نجات بده. من نه به خاطر من میدونم خودم آدم خوب نیستم، به خاطر بچه ها. چرا فهمی که آدم خوب نیستی؟ فکر میکردی که چرا افتادین تو چهار؟ چرا همچین سرنوشتی تو چهار شد؟ اون صرفا فکر نمیکردم، به هر حال هر کسی سرنوشتی داره. نه به این فکر میکرد آدم ها اینجوری هم. وقتی بلای سرشون بده این فهم کنن که خب این چوب اون کار منه، این چوب اون رفتار منه. نه من فکر هیچ دلیلی برش پیدا نکردی؟ مثلا این فکر نکردم انقدر ابهت وقایع تو اون چاه انقدر عظیم بود، من خیلی به این جور چیزا، به این چیزای حاشیه فکر نکردم. فقط شنبه توکل کردم نشد. یک شنبه یادمه به حضرت محمد توکل کردم، بعد از اون خیلی گشنم شده بود، یعنی اصلا حس میکردم دیگه نمیتونم گشنگی رو تحمل کنم، نمیدونستم چی کار کنم. به دفعه یاد این افتادم که توی اون دره گفتن که سنگ ببندید به شکماتون، چه بعبود حالا یادم چی دیگه افتاده؟ بعد از کنارم سنگ برداشتم گذاشتم روی معدم، اینجوری فشار میدادم که یه ذره قشنگم تحلیل رفت گرسنگی. بعد یک شنبه هم نشد خیلی هم، یعنی فرض کنید من بیکار بودم دیگه، 24 ساعت ذکر میگفتم و 24 ساعت خواهش میکردم که منو نجات بدم. خب نمیشد، نمیکردم، نکردن دیگه، صلاح ندیدن که انجام بشه. تا یک شنبه شد زود بریدم، یک شنبه شد بریدم هم نجاتم ندادیم. چرا نجاتم نمیدین؟ با خودم درگیر بودم چرا نجاتم نمیدین؟ هستین اصلا؟ میشنوید صدای منو یا نیستید؟ این جمله که الان میخوام در ادامه بگم قبلش یه توضیحی لازمه بدم. من اونجا هیچ چیزی به گوش بیرونی نشنیدم که الان میخوام بگم من چیزی شنیدم، با گوش بیرونی چیزی نشنیدم، هرچی بود درونی بود. اونجا یه حس درونی یا ندای درونی دارم گفت اشتباه کرده دیگه، یک عمر اشتباه کرده، الان یقین بیار که اشتباه کردی، وجود ندارن. حتی به هم الهام شد که به چی یقین بیارم، که چی هست، که نمیخوام بگم به چی، مثلا گفتم به چی ایمان بیار. ممکن این درگیریه خودتون با خودتون باشه. خب بعد یعنی یه شنبه شما رسما دیگه اصلا کف میگفتین کافر شدی ها؟ چون که این داده بیداد کردن که تو نیستی و کجایی بعد. همه اینا آره گفتم پس نیستین دیگه، گفتم من دو روز سه روز دارم هیچ صدا تو میکنم نیستین، اینم که وضعیت اینجا نیستین. پس قدم صبح بود، یعنی تازه هوا داشت از اون ظلمات در می اومد، یه ذره از اون ظلمات کم می شد. ناخودآگاه یاد این قسمت حدیث کسا افتادم که خداوند می فهمیدن که من آسمان ها و زمین رو به خاطر این پنج نفر خلق کردم، اصلا همه چیز رو، خورشید رو، ماه رو، ستاره ها رو، همه رو در خدمت اینها خلق. چیزی که تو ذهنتون مونده بود همه در واقع اندوختهای دوران بچگیتون و نوجوانی و هیئتایی که با می رفتید و اینها بود دیگه. حالا اواخر که شما هم دیگه دنبال اواخرم هیئت می رفتم، من همین دو سال آخر فدیدن هیئتم رو می رفتم، هیئتم هیچ وقت خب خب زمانم کوتاه. بعد یه دفعه یاد این فراز حدیث کسا افتادم که خداوند می‌فهمن که من آسمان ها اگر زمین میچرخه هر کی هر کاری کنه. تو شرط مگه میشه به این چیزا فکر کرد؟ من فکر کنم اینا بعدا اینا رو الساق نکردیم به قصتون، من باور نمی‌کنم. فقط حالا در ادامه که بگم متوجه میشید که انقدر ابهت فجایع اون درون چاه زیاد بود که اگر اینها نبود قطعا من مرده بودم، یعنی فقط همین ها منو نجات داد. یه شنبه شبه به کف گفتن افتاده بود. بله
تموم خلاص، من اینجا تنهام کنار جنازه شوهرم و هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کمی کمکم کنه. توضیح بهتون میگم دیگه، توضیح همین بود که وقتی یاد این فراز افتادم گفتم که مگه بهشون خیلی خوش گذشت؟ آیا به حضرت فاطمه خیلی خوش گذشت؟ آیا به امام حسین خیلی خوش گذشت؟ به امام حسن خیلی خوش گذشت؟ به کدومشون خوش گذشت؟ آیا اینا هم کافر شدن به خدا؟ آقای علی خانی، شیعه یعنی همین، شیعه یعنی پیرو، پیرو یعنی اینکه نه اینکه فقط من برم هیئت بشینم گریه کنم یا اگر مولودیه دست بزنم برگردم، یعنی اینکه از همه اینا درس بگیرم. میدونین بعد از این به چی رسیدم؟ بعد از این رسیدم که امام حسین که اگر من نرم گریه کنم اتفاقی واسه امام حسین نمیوفته، احتیاج به گریه کردن حماسه امام حسین که خلالی ایجاد نمیشه. پس این هیئت برای اینی که من درس بگیرم تو زندگیم بتونم از اون استفاده کنم. همه این نتیجه تو چهار رسیدم؟ همه رو تو چهار رسیدم، با کمر و گردن شکسته با یه جنازه کنارتون. بله، با همسرم کنارم. همسرت معذرت. بعد ازم به حضورتون خب شد یه شنبه نشد، یک شنبه صبح که اینطوری شد، دو شنبه حدیث کسا با تفسیرش نشد. شنبه... آره دیگه دو شنبه صبح میشه، چون یک شنبه شب شد دو شنبه صبح. چرا دیگه یک شنبه شب که میشه همون دو شنبه صبح در اصل میشه چهار صبح دو شنبه دیگه، اونجا نور امید زد. هی ارتفاع چاه رو نگاه میکنم، من نمیدونستم 25 متر، من فکر میکردم مثلا 14-15 متره، خب من که متر نزده بودم. هی میگفتم که این 14-15 متر من چجوری میخوام برم این بالا؟ بعد میگفتم خدا، اگه من حداقل یقین نمیداشتم که تو قادری، میگفتم نمیشه، ولی چیکار کنم؟ یقین دارم تو قادری، میشه، من مطمئنم میشه. تکون نمیتونستی شما بکنی؟ نه تکون. بعد دو سه بار از منو جهت میکنم، گفتم مثلا با کمک گرفتن شلوارم خودم رو بگیرم، حالا یه جوری چون دهنه چا اینجوری حالت کنگره کنگره دیواره چا کنگره کنگره، گفتم یه جوری برم بالا. گفتم خب میری بدتر میفتی، لهتر میشی، این که تو که پاک نداری. نتونه، اصلا نمیتونه، یعنی حتی خودم از اینجا به بدبختی کشیدم. مثلا میخواستم یه ذره جامو عوض کنم چون پاهام تو دیواره چاه بود، فقط میخواستم بعد از دو روز میخواستم مثلا خودم رو زد بچرخونم که پاهامو دراز کنم، فقط فکر کنم 4-5 ساعت طول کشید. ارزم به حضورتون که تا دوشنبه صبح که حدیث کسا یادم اومد و گفتم که پس دلیل نمیشه اگر سختی تو زندگی منه اینکه خدا وجود نداره. اگرم این اشتباه، من یک عمر تو اشتباه بودم، بذار با همین اشتباه بمیرم، من حاضر نیستم این محبتی که از اینا تو دلمه با هیچ چی عوض نمی کنم، چون من یک عمر زندگی کردم با این محبتی که تو دلم بوده. دوشنبه من میگم بریم سه‌شنبه. نه دوشنبه رو دوشنبه آهان وقت بمون کنه. یک دعایی بود که همش اونجا میخوندم، خیلی دوستش دارم، همش به خدا میگفتم فکما خلقت البحر لموسی علیه السلام و نجیته، بقیهش عربیشو بلد نبودم، فقط یه تیکش رو یادم مونده بود، همش میگفتم فکما خلقت البحر لموسی علیه السلام و نجیته، منم نجات بده. یعنی تمام این دو سه روزی که با ایمان دیگه وارد شدم همش گفتم، همش به خدا گفتم، اولش عربی میگفتم بقیهش فارسی میگفتم، گفتم همونطور که دریا رو به موسی شکافتی تو قادری من رو هم نجات بده. تا سه‌شنبه، سه‌شنبه دیگه یک هفته گذشته بود، خیلی تشنه بودم. اونجا همه چی داره علی خانی، برای من تعریفش متفاوت شد. دوشنبه شب رو نگفتم بهتون، دوشنبه شب هم خیلی مهمه. اونجا همه چیز تعریفش برای من عوض شد، مرگ، زندگی، شب اول قبر، هم آتش، گشنگی، تشنگی. من فکر کنم ما هیچ کدوممون آتش رو حس نکردیم، هممون هم سینه میزنیم. بچه های کربلا میگفتن امو امو الاتش، شما هشت شب حس کردیم، ولی آتش اصلا اون چیزی نیست که الان صبح دوستام امسال مثلا به من میگن سمنم خیلی گرمه، میگن وای مردیم تشنگی، میگن نگید دیگه نگید، هر موقع میخواید این حرف رو بزنی، یعنی من که خجالت، یعنی من از اون دختر 3 ساله کربلا به قرآن مجید خجالت میکشم که بگم تشنمه. اصلا آتش چیز دیگه است. خب
دوشنبه شب شدیداً پهلوم درد می‌کرد. اصلا درد نه به اون معنای واقعی که الان همه فکر می‌کنن درد، یه درد خیلی خاص که تمام بند بند وجودم درگیر شد. من توی قسمتی از چاه بودم که اینجام دیوار بود، زیر یه دیواره چاه بودم، پس اون تاریکی درد وحشتناک به بدبختی دستامو گذاشتم، از موتور کمک گرفتم، اومدم بلندشم. دماغم هم این قسمتی دماغم خورد شده بود و پاره شده بود، من که هیچی نمیدیدم، هیچی، یعنی واقعا ظلمات بود. دستامو گذاشتم به بدبختی، خودمو بلند کردم، همین بلند شدم صورتم خود تو این دیواره چاه. سخت‌ترین شب اون شب بود که دردای خیلی وحشتناکی رو اون شب تا صبح تجربه کردم. ما تیتراژم داره پخش میشه، خواهم یه ذره سرعت بریم، حالا متاسفانه وقت ما ندادن. سه شنبه تشنه شدم، خیلی تشنگی داشت به هم غلبه میکرد. یاد روزه امامزاده افتادم که میگفتش که بچه ها شب قبل از عاشورا شکمشون رو روی شنا میکشیدن که تشنگیشون رفت شه، و به همین شکل من هم با شن خودم خنک کردم. جواب داد؟ و اون شب زنده موندم، فقط به خاطر اون شن که از اون روزه ها کمک گرفتم نجات داد. من چون که داره برنامه اصلا تمام میشه، اینجا سریع بگم چون اصل ماجرا اینجا. چقدر زمان داریم؟ یکی دو دقیقه. اصل ماجرا رو بگم سریع تر. تا روز آخر چهارشنبه صبح زبونم خشک شده بود به طور کلی. اینجا هم الان جاهاش هست، حالا نمیدونم دوربین متوجه میشه مردم یا نه، تمام پوستم خشک شده بود به طوری که اگه دست میزدم میشکست، پوستم میشکست، تشکست. اونجا توسل کردم به علی اصغر، گفتم تو کوچکترین فرد این خانواده ای، تو دست منو بگیر. به امام حسین گفتم اگر اون خونی که ریختی به آسمون حقه، تو دست منو بگیر، نذار بچه هم از پدر که دیگه محروم شدن، نذار از مادرم محروم. دو ساعت یا سه ساعت از این حرف هم نگذشته بود. البته من دارم اینجا با سرعت میگم، این حالایی که من تو همون دو سه ساعت داشتم خیلی حالای خاصیه، و دو سه ساعت نگذشته بود صدای پاشو میدم و اومدن و منو پیدا کردن. چهارشنبه ساعته؟ فکر کنم من ساعت دقیقا چون ساعت نداشتم، 9:30 صبح احتمالم بود. کاملا یه هفته گذشته بود دیگه. کاملا یه هفته. آره، من از چاه آوردن بالا کشیدن، من لب چاه سوال کردم، گفتم ساعت چنده، گفتم 1:30 ظهر. منو کشیدن، طول کشید تا منو بیارن بالا. من در انتها فقط یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شبای قدر، اینو هممون، اول به خودم میگم، باید توجه کنیم. یک مسئله ای که توی زندگی کسی اتفاق میفته، آزمایش برای اون فرد تنها نیست، آزمایش برای تمام افرادی که دور اون هستن، به طریقی حتی افرادی که اون فرد رو نمیشناسن. من امروز خیلی کوتاه توضیح دادم، ولی متاسفانه این انقدر شاخ و برگ گرفت، انقدر داستانهایی در کنارش بود. پارسال بعد مارمزون اتفاق براتون افتاد؟ پارسال برنامه رو میدیدیم؟ بله میدیدم. پارسال تو که برنامه هاتون شما فرمودید که شاید شما سال دیگه اینجا باشین، شاید برای شما این اتفاق بیفته. من دوستان برنامه رو گفتم برای من که همچه اتفاق نمیفته. دقیقا 4 روز بعد از عید فطر اتفاق. چرا نجات پیدا کردین؟ شما علاقایده باید بعد از 8 شب میموردین تو چاه. نجات پیدا کردن من فقط عنایت اهل بیت بود و لطف خدا و معجزه. یعنی من فقط اینو میتونم بگم که شما تو چاه غمگین شدید، کافر شدید، ایمان آوردید. من یه تعبیری دارم که یکی از دوستان هم اتفاقا گفتن، تعبیر قشنگیه، همه ما تو چاه زندگیم، این تلاطم هممون داریم. از چاه اومدی بیرون چقدر فرق کرده زندگیتی؟ از چاه آدم اومدم بیرون. از چاه آدم اومدی بیرون.
خیلی حرف بزرگی ها. چرا از ترس؟ نه از یعنی فهمیدی شما با اون همه ثروت و قدرت تو اون شهر و پول میتونیم بیافتیم تایی چای 25 متری ترسیدین ایمانو بودیم؟ نه پس چرا آدم آمدیم بیرون؟ اون چیزی که یه چیزی با حسه این که با دست یه بچه 6 ماهه به من عنایت میکنن، این که خدا قدرتش رو میخواد با یه بچه 6 ماهه به من نشون بده. بچه هاشون میان کنارشون؟ ما زمانی ندیم شما بفهم. اینا فکر کنم دلایل کمی نیست. آنجا این طرف هایی بیستی من میردش. خانم شما بفهم. خیلی خوب. اینا دلایل کمی نیست که بپسنم. اینا دلایل کمی نیست که من بخوام از این به بعد فکر کنم ایمان نیارم. با کار ماجرای پلیسی اتفاقا هم چون خیلی جذاب، من فردا اگر شد براتون توضیح میدم که چجوری اصلا کشف شدیشون بعد از 8 روز تو اون چاه. اینی هم که امروز اینجا هم من شدیداً مقاومت داشتم که بخوام بیام تو برنامه شما، دوست نداشتم مثلا علنیسه. دوستی به من گفت که این یک رسالت گردنش و با توجه به عنایتی که شده این عنایت رو تو باید بیان کنی. در انتها فقط میخوام بگم جمله نصف موند که این آزمایشی که توی زندگی دیگران خدا برای ما میذاره، اگه الان به هر خودم از ما بگن یک جمله از حضرت علی بگی، میگیم که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه برای خود نمیپسند. ولی کاش ما من فکر میکنم انسانیت یعنی عمل کردن به همین یک جمله. یعنی اگر فقط هممون سعیمون باشه، اول به خودم میگم سعیمون برای این باشه به این یک جمله عمل کنیم. تو یادته مامانت اتفاق براش افتاده بود؟ قشنگ یادته دیگه. چه روزای سختی بود واسه بچه ها؟ برای بچه هام، برای خانواده هم. اینجا لازمه من از 4 گروه یه تشکر خاص بکنم. من قول میدم تو آیتن تشکر شما رو بگیریم و فردا پخش بکنیم. ممنون میشم. خیلی ممنون. من باید یه از دوستان آگاهی سمنان تشکر کنم و آیت منتظر مهدی به خاطر اینکه کمک کردم به ما. خیلی دوست داشتم پردازش و روایت بیشتر میتونستیم بکنیم به قول شما، اما حالا سعی میکنم تو آیتم بعدی به یه سری از این قسمت ها برسیم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. تجربه عجیب و متفاوتیه واقعا. امیدوارم که آدم های شبیه من عمیقا به ماجرایی که شما تعریف کردیم فکر کنم. خیلی ممنونم. شما تشریف داشته باشید، در خدمتتون هستیم. ما زمان اصلا نداریم و فقط از شما ها تشکر میکنم برای پیدا کردن یه گنجی همچین ماجرایی برای این خانم و همسرشون اتفاق میفته. تو این شبا شاید گنج رنج یه مردی باشه که تو دل یه چاه درد و دلی میکنه که اون چاه به آسمون وصله. ماتون اصلا